همونطور که شما عزیزان هم میدونید بازیکنان خودش رو خیلی در اختیار نداره. رضایی که به همراه فراگا محروم هستن از این بازی، نتونست ازشون استفاده بکنه آقای دایی و همچنین اشمه تیم آفریقا هستن به هم بدان نیومده. رحمان احمدی گفته میشد که به بازی نمیرسه ولی خب رسید، حالا یک فرصت برای بازیکن تیم پاس هم به وجود اومد. محمد منصوری هم که خب مصدومه و باید ببینیم که با این بازیکنانی که آقای علی دایی در اختیار داره در همدان چه خواهد کرد. تیم پیروزی در همین ورزشگاه سابقه باخت در مقابل تیم پاس رو داره. البته در جام حذفی هواداران فوتبال قطعا خاطرشون هست که در زمان افشین قطبی که هدایت تیم پرسپولیس رو بر عهده داشت و پاس هم اون موقع‌ها مینگو بگوویچ رو در اختیار خودش داشت، در همین ورزشگاه با سه گل مهدی جعفرپور تیم پاس موفق شد که پرسپولیس رو از جام حذفی کنار بزنه و امروز باید ببینیم که در میان سیل هواداران پرشور همدانی در ورزشگاه قدس چه خواهد کرد. تیم 18 جدول رده‌بندی که قرنشین هستش در مقابل تیم پرسپولیسی قرار گرفته که بازی قبلش در عربستان بازی دلچسبی نبود. تو به بیرون رفته تا سامان صفا کاپتن تیم پاس همدان بازی را آغاز بکنه. مسعود داستانی رو امروز همه میگفتن که ممکن آقای دایی در درون دروازه قرار بده، اما خب رحمان احمدی البته خب قبل از بازی هم که داشت تمرین میکرد ما مشاهده میکردیم که مقداری از ناحیه پای چپ دچار مصدومیت شده. سامان صفا بلند در زمین تیم پیروزی عبیسر رو بازیکنان تیم پاس میزنن. علی سامره بود که مزاحم امیر حسین فشنگچی شد. البته خب تو به بیرون رفت تا رحمان احمدی، یعنی همین چهره بازی رو آغاز بکنه. بسپوری سردیه پنجم قرار گرفته با 40 امتیاز، اگر این بازی رو به سود خودش به پایان ببره با توجه به تساوی دیروز تاکتوس از تبریز یک پله فقط سود خواهد کرد. تو در میانه های میدان زبیسر رو مجید حیدری به توب میزنه. بازیار زاره روز به شاه علی دوست نور محمدی زاره خودش پوشش میده به عقب، توب رو دور میکنه یه لحظه شکوری که توب با برخورد ما مهدی آقا محمدی به بیرون میره. البته اعتراض هم کرد که توب پای بازیکن حریف برخورد کرده، داور چنین اعتقادی نداشت. حالا باز هم بازی متوقف میشه. شادی نوروزی به زمین افتاد، نادر احمدی توب رو پرتاب میکنه. شکوری باز هم توب بیرون میره و پرتاب اوت رو سفید پوشان پاس همدان تو میزه. این صحنه بود که هادی نوروزی به زمین افتاد. چری سپری در این تصویر میبینی مدافعی که از عمل کردش راضی نبودن در بازی مقابل الاتحاد. حالا فرصت داری کاظمی و ارسال او که بالای دروازه رحمان احمدی به بیرون میره. هوای بسیار مصروبی در همدان حاکم هستش، 13 درجه سانتیگراد برای صفر دمای هواست و سرعت وزش با 4 متر بر ثانیه هست. آخرین آماری که از اداره هواشناسی ما گرفتیم رحمان احمدی توپ رو بلند در زمین تیم پاس زبیسر رو ابراهیم خسروی میزنه. بازیار زاره اسوب سینه خسروی باز هم توپ در میانه های میدان. علی سامره سابقه گل زدن زیر 30 ثانیه رو به تیم پرسپولیس داره. هواداران فوتبال گل‌های زیبایی رو به پرسپولیس فراموش نخواهند کرد. مجید حیدری برای بازیکن همدستی که به توپ نمیرسه، محمد نوری ارسال برای بازیکن خودی که سامان صفا از دروازه بیرون میاد توپ رو در اختیار میگیره. مشتاق زارعی هم امروز در ترکیب قرار گرفته. البته گفته میشد در خبرها داشتیم که آیدایی ممکن از مشابه امروز استفاده نکنه، ولی خب داریم میبینیم که در ترکیب اصلی از او استفاده کرد و البته خب انتظار این هم میرفت که امروز سپهر حیدری با توجه به عمل کرده ضعیفش در بازی نباشه و آیدایی از سکوبر استفاده بکنه که امروز میبینیم که سپهر هم در ترکیب قرمز پوشان پایتخت قرار گرفته. بازی متوقف میشه، خطایی که مشابه انجام داد به روی مجید حیدری. این صحنه بود که اتفاق افتاد و این حالت تعادلش به هم خورد. آقا محمدی
برای روزبه شاهلی دوست. بازم خود مهدی آقا محمدی که در بازی رفت موفق شد در دقیقه 91 گل تساوی رو در ورزشگاه آزادی به پرسپولیس بزنه و در اون بازی پرسپولیس با نتیجه 1-1 در ورزشگاه آزادی متوقف شد. اون بازی در تاریخ 20 شهریور ماه سال 89 در دور رفت این رقابت ها برگزار شد. بازم قرمزپوشان پرسپولیس بازم در اختیار گرفتن یه لحظه درگیر بر سر تصویب توپ میانه های میدان. اکمل هولماتوف برای علی سامره، خود هولماتوف اکد میکنه یه لحظه پاس اشتباهش نمیرسه به بازیکن خودی و دوباره همای احمد صالحی بازی رو متوقف میکنه. هشت دقیقه از این دیدار رو داریم پشت سر میگذاریم. پاس صفر پرسپولیس صفر. سامان صفا فرصتی که در اختیار هادی نوروزی به دست اومد و توپ را از اون خود کرد. بازی را خودش آرام میخواد آغاز بکنه. بازوبند کاپتنی هم بر بازوی سامان صفا بسته شده. خسروی، مجید حیدری برای باز هم محمد ابراهیم خسروی، جلوتر مهدی آقا محمدی. نیمکت ذخیره های تیم فوتبال پاس همدان رو یه لحظه در تصویر مشاهده کردیم. همونطور که اطلاع هم دارید دقیقاً هفته گذشته بود، یعنی دوشنبه هفته گذشته بود که کادر مدیریتی تیم پاس همدان دستخوش تغییراتی هم شد. سردار ملاحی از سمت خودش کنار گیری کرد و مهندس عباس صوفی به عنوان سرپرست باشگاه پاس همدان معرفی شد که آقای صوفی هم آقای عبدالحمید رمضانی رو فعلا به عنوان مشاور اجرایی خودش برگزیده. حالا ببینیم که این سمت ها با گذر زمان چه خواهد شد. میانه های در پشت مهاجم جرمی گل لحظه بازیکن پرسپولیس می‌خواستن صاحب توپ بشن. اشتباه نادر احمدی، خودش توپ رو خواهد در اختیار بگیره، شو خودش رو جبران می‌کنه و توپ رو تصاحب میکنه. باز هم درگیری به سر تصاحب توپ در گوشه میدان. موفق پاسی ها هستن که توپ رو دور میکنن. باز هم مازیار زاره، یکی از بازیکنان تیم پیروزی به زمین افتاده که توپ رو بیرون میزنن تا به وضعیت مصونیتش رسیدگی بشه. این هم نیمکت ذخیره های تیم پیروزی بود که یه لحظه در تصویر مشاهده کردین. از زمانی که تیم پاس به همدان منتقل شده در قالب پاس همدان موفق نشده که پیروزی رو شکست بده. البته خب در لیگ، ولی خب دو بار در جام حذفی موفق به شکست قرمز پوشان شده. بعد ببینیم که در این بازی تیم بحران زده پاس همدان آیا از بحران خارج خواهد شد یا خیر. تیم پرسپولیس هم برای اینکه یه مقداری در کورس باقی بمونه و حداقل یه چشمی هم داشته باشه به سهمیه آسیا، خیلی به برد در این بازی نیاز داره. البته خب بازیکن خودش خیلی در اختیار نداره. نادر احمدی بلند برای حمید کاظمی که خیلی توپش بلنده و به اون نمیرسه. نور احمدی پوشش میده، رها میکنه، توپ بیرون میره تا از کنار دروازه رحمان احمدی بازی رو آغاز بکنه. دو کمک آقای احمد صالحی، آقای حسن کامرانی فر و آقای رسول فروغی هستند. دوباره چهارم آقای محمد ملکی هستش، ناظر داوری آقای محمد فلاح و نماینده فدراسیون هم از استان کرمانشاه یعنی آقای جلال مرادی. پرتو بوت رو انجام میدن بازیکنان. این هم نمایی از ورزشگاه شهدای قدس همدان. هواداران که فعلا دارن آرام بازی رو دنبال میکنن. کلن هواداران همدانی عادتشون این هستش که تا صحنه گل نبینن یا تا صحنه خطرناکی نبینن تشویق نمیکنن. مجید حیدری بلند در زمین تیم پیروزی. اکمل هولماتوف سبیه سر رو به توب میزنه. فشنگچی
پوشش میدن بازیکن تیم پرسپولیس. باز هم از راه میرسه اکبر هلماتو فقط میانه های میدان برای روزبه شاه علی دوست، خود شاه علی دوست برای آقا محمدی، عقب‌تر جایی که نادر احمدی حضور داره، بازیکن سابق فولاد خوزستان که از همین تیم به پاس همدان اومد. حمید کاظمی مهاجم جوان تیم پارسال بری دروازه که توپ رو دور میکنه. سپر حیدری باز هم فرصت درسته برای بازیکن تیم پاس، به گوشه ها میبرن، تو رو میخواد ارسال بکنه به دروازه آقا محمدی، یه لحظه عجله میکنه و خوش خیلی بد ارسال میکنه به دروازه تیم پرسپولیس. حالا باز هم بازیکن تیم پاس عقب‌تر مجید سعی میکنه روز به شاه علی دوست برای علی سامره که اصلا توپش به بیرون میره و موفق نمیشن پاسی از این فرصت استفاده بکنه. چهره علی سامره سالهای سال در لیگ امارات بازی که این سنه یاسه هم بود که مشاهده هم کردی شما دوستان عزیز بیننده. نادر احمدی میخواد پرتو باز رو انجام بده، حمید کاظمی، باز هم خود نادر احمدی توپش رو میزنن نادر رو. حالا بازیکن پرسپولیس حرکت میکنن، ابراهیم شکوری برای هادی نوروزی، به توپ نمیرسه. حالا مجید حیدری برای پویا سیف فناهی، بیشترین دقایق بازی در تیم پاس از آن اوست. اکمل هلماتوف در باقی خط حرکت میکنه که توپ از خط میگذره و پرتو به آوت برای قرمز پوشان پیروزی. اکمل هلماتوف بازیکن تاجیکستانی تیم پاس همدان هستش که انصافا ارسال های بسیار خوبی داره. روز به شاه علی دوست برای پویا سیف فناهی، از راه میرسه مشوازاری، توپش رو به بیرون میزنه تا پرتوبات رو انجام بده. اینم چهره آقای علی دایی بود که تحت تاثیر مشاهده کردین. آرتور یدیگاریان یک فرصت برای بازیکن تیم پاس از همونجا میزنه و با پای چپ توپش به بیرون میره و رحمان احمدی از کنار دروازه خود بازی رو آغاز بکنه. همین چهره آرتور یدیگاریان در قالب تیم ملی ارمنستان در مقابل تیم ملی فوتبال کشورمون هم بازی کرد. ضربه‌ای بود که سنویا سرش هم مشاهده کردید. امروز تیم پاس مرتضی عزیز محمدی و امیر محبی رو به دلیل محرومیت در اختیار نداره و همچنین در تیم پیروزی هم عرض کردم که غلامرضا رضایی و تییاگو فراگا این بازی رو از دست دادن. میانه های میدان محمد نوری بهترین گلزن تیم پیروزی تا به این روز، حسین بادمکی پشت محوطه جریمه توی سیف فناهی و خطا تا اینکه آقای احمد صالحی اعلام میکنه به صورت هم میخواد بازی رو آغاز بکنن. قرمز پوشان پیروزی که داور این اجازه رو به اونها نمیده. فرصت مناسبی به وجود اومده برای پرسپولیسی ها به خاطر این صحنه که پویا سیف فناهی اینطور روی سر حسین بادمکی خراب شده. داور هم در سود خودش دمی دیوار دفاعی خودش رو تنظیم میکنه. سامان صفا، محمد نوری، حسین بادامکی و همین حسین فشنگچی پشت توپ ایستادن. احتمالاً محمد نوری به توپ ضربه خواهد زد. حسین بادامکی که از پشت توپ جدا میشه. دیوار دفاعی چهار نفره یه تیم پاس هم شکل گرفته. محمد نوری حالا داور اجازه رو میده ارسال، مستقیم میزنه و کنار دروازه تیم پاس به بیرون میره. محمد نوری در این فصل 7 گل برای قرمز پوشان به ثمر رسونده. پرتوبوت رو به صورت قرمز پوشان انجام میدن. توپ در زمین تیم پاس، به دنبال توپ هادی نوروزی در مسافه با ابراهیم خسروی و خطای نوروزی رو میگیره آقای احمد صالحی. ظاهرن اگر دروازی سپاهان اگر گلی رد و بدل بشه احتمالاً همکارانمون در شبکه سوم سیما اون رو هم به تصویر خواهند کشید. خب تا پایان نیمه اول با تک گل ابراهیم توره تیم سپاهان فعلا بازی رو برده بود. حالا اگر اتفاقی بیفته قطعاً تصویر بازی رو هم برای شما عزیزان پخش خواهیم کرد. نمایی از شهر همدان در اطراف ورزشگاه شهدای قدس نمایی بسیار زیبایی است.
توپ در زمین تیم پیروزی، علی سامره، لبای خط برای آقا محمدی، ارسال برای اولماتوف که بیرون میاد رحمان احمدی، رحزم حمید کاظمی مزاحم اون میشه، داور هم تذکری جدی به مهاجم جوان تیم حسن بدان یعنی حمید کاظمی میده تا حواسش به بازی باشه. این صحنه ای بود که اینطور تعادل رحمان احمدی که مصدوم هم هست به هم خورد. شکوری بلند در بابتی جریمه تیم پاس، بادامکی، هادی نوروزی، یه لحظه میره فرصت داره بازیکن پرسپولیس شک بگیره و تو رو دور میکنه نادر احمدی و پرتوبات برای قرمز پوشان پرسپولیس شک میگیره. حتی خب به نام کورنر شده از سمت راست دروازه تیم پاس و خود بادامکی میره تا ضربه کنه رو ارسال بکنه. ارسال بیرون دروازه، ضربه سر و در آغوش سامان صفا جایی میگیره. به صورت هم بازی رو آغاز میکنن پاسی آرتور یدیگاریان، خود آرتور حرکت میکنه برای روز به شاه علی دوست. بازی کنی نیست که اینطور بخواد از کنارهای زمین فرار بکنه و میخواد موقعیت ایجاد بکنه. روز به شاه علی دوست در مصاحبه‌ای که دیروز با سایت باشگاه پاس انجام داده بود خیلی خودشو مدیون علی دایی میدونست. بله اینم گل ابراهیم توره بود که همکاران عزیزم نمایش دادن که ابراهیم توره به این شکل توپ رو در دروازه تیم شهرداری تبریز و شاگردان حمید درخشان جای داد. فعلا همون زارن یک پر صفر، بازی به سود سپاهان در جریان هستش. زاره، سپر حیدری، نادر احمدی در میانه های میدان، روز به شاه علی دوست، آقا محمدی اشتباه میکنه و توپش به بازیکن خودی نمیرسه. روز به شالی دوست به عقب‌تر جایی که مجید حیدری حضور داره. حمید کاظمی نگاه میکنه، یه لحظه تعادل خودش رو از دست میده و خطا، خطای مشتاق زارعی رو اعلام میکنه آقای احمد صالحی، داور اصفهانی این دیدار. این آخرین بازی هفته 25 هستش که داره برگزار میشه. بازی از روز جمعه کار خودش آغاز کرده. ارسال بری دروازه و مشت رحمان احمدی روی سر علی سامره که اجازه نداد موقعیت ایجاد بشه بری دروازه تیم پیروزی. ارسالی که آرتور یدیگاریان انجام داد، این ارسالی بود که بری دروازه انجام داد، به این صورت با کف دست رحمان احمدی توپش رو بیرون زد. خبر هم صحبت میکنه با رحمان احمدی، ظاهرن مشکل خاصی هم نداره. عرض کردم خدمت شما که او مصدومه و اگر خدای نکره برای او مشکلی در بازی پیش بیاد احتمال تعویض او با مسعود داستانی هست. ظاهرن تیم سپاهان 2-0 جلو از شهرداری تبریز، گل دوم هم ابراهیم توره وارد دروازه تیم شهرداری تبریز کرده. پس سپاهان 2 شهرداری تبریز 0. یکی از بازیکنان تیم پیروزی هم بری زمین افتاده به خاطر این صحنه. کارد فنی هم در زمین حاضر، کارد پزشکی هم در زمین حاضر میشن تا بازیکن مصدوم رو به وضعیتش رسیدگی بکنن. تیم پاس همدان 15 است که برد نداشته و خب آخرین برد تیم پاس در همدان در مقابل تیم سبایی قم بود که خود آقای محمود یاوری سرمربیش بود. باید ببینیم که حالا امروز شاگردان محمود یاوری که در همدان هستن در مقابل تیم قرمز پوش پرسپولیس چه خواهند کرد. پیروزی بعد از لیگ قهرمانان آسیا هم که در گروه سی این رقابت ها قرار داره با البته امارات بازی بکنه. بدونیم که تمامی نمایندگانمون در لیگ قهرمانان آسیا بتونن
موفق باشن. بازی آغاز میشه و بازیکن مصدوم پرسپولیس رو به بیرون از زمین هدایت میکنن. سامان صفا آغازگر بازی است. مشتبه زاره به دلیل مصدومیت از بازی خارج شده بود که زارن مشکل خاصی هم ایو پیش نمیاد و وارد بازی میشه. باز هم بازی متوقف میشه به خاطر خطایی که پرسپولیسی ها انجام دادن به روی سفید پوشان پاس همدان در 23 دقیقه از این دیدار. فعلا بازی سردی رو از هر دو تیم شاهد هستیم و داریم که این بازی اینطور نمونه. این صحنه بود که اتفاق افتاد. آقای احمد ساری هم بازی رو متوقف کرد. مجید حیدری سابقه گل زدن به این شکل رو در توی پاس همدان داره. همدان فوتبال خاطرشون هست. البته خب همدانی ها گلش رو به تیم تراکتور خاطرشون هست و ضربه رو هم به توپ میزنه. اکبر هولماتوف که به دیوار دفاعی برخورد میکنه. این چهره یعنی اکمل هولماتوف بازیکن تاجیکستانی تیم پاس همدان. ضربی بود که به توپ زد و به دیوار دفاعی برخورد کرد. اصلا به دروازه رحمان احمدی هم نرسید. باز هم فرصت برای پاسی ارسال به روی دروازه علی سامره رها میکنه. اکمل هولماتوف با پای چپ یک فرصت برای سامره میره که دروازه باز بشه و خیر. خب داور هم اعلام آفساید کرده. آقای رسول فروغی پرچم خودش به منزله آفساید بالا برده بود. این صحنه بود که اتفاق افتاد. اکمل هولماتوف زد و اینجا حمید کاظمی در آفساید قرار داشت. خب اگر هم تو گل میشد گل مردود اعلام میشد. رحمان احمدی آغازگر بازی است. صحنه بود که شما عزیزان هم از نمای دیگه مشاهده کردین. علی دایی خیلی نگران این بازیه به خاطر اینکه که از مهاجمان خوب خودش یعنی غلام رضا رضایی رو در اختیار نداره. کاظمی میانه های میدان نور محمدی تو رو از اون میگیره. باز هم درگیر به سر تصاحب تو. موفق پاسی ها روز بهش علی دوست به تیاق محمدی برای اکمل هولماتوف. میتونه حرکت بکنه با علی سامره میتونه کار بکنه. حالا یک فرصت در علی سامره پشت محمدی جریمه عقبتر. آقا محمدی یه لحظه تکل مازیار زاره که رو از اون میگیره. حالا فرصت داره پیروزی یه لحظه میره تا هادی نوروزی صاحب تو میشه. حالا یه صحنه جالب از سامان صفا. شاید یاد فنون ورزش‌های رزمی افتادیم ما این صحنه رو دیدیم. حتی خب پاشم به توب نخورد سامان صفا که خودش هم توب در آخر به اون میرسه و آرام بازی رو دنبال میکنه. حالا اگر صحنه آسه اون حرکت رو هم داشتیم جالب بود. اینجا گرفت اینجا یه لحظه اومد یه برگردون بزنه که خب موفق نبود. 25 دقیقه پاس همدان 0 پیروزی 0. مهتی آقا محمدی حرکت میکنه خودش با علی سامره کار میکنه. خود سامره از راه میرسه. امیر حسین فشنگیش رو بهشون میزنه و باز هم فرصت گرفته میشه. توپ در زمین تیم پاس در جریان هستش. نادر احمدی ابراهیم خسروی سربالا نگاه میکنه جلو ترجایی که هولماتوف حضور داره. خود اکمل هولماتوف روز به شاه علی دوست برای پویا سیف پناهی که تکل مشتبه زاره اجازه نمیده تا توپ رو ارسال بکنه. خود هولماتوف حالا فرصت برای بازی کنه توی پاس همدان. حالا میره تا فرصت شیک بگیره تا پاس به گل برسه اما زاره توپ رو دور میکنه. باز هم زاره لبای خط رو در اختیار میگیره. امیر حسین فشنگچی جلوتر جایی که هادی نوروزی حضور داره. تک مهاجم امروز تیم پیروزی و خطای پاسی ها به روی هادی نوروزی رو اعلام میکنه آقای احمد صالحی. پس سمت راست خط رو ارسال بکنه روی این صحنه ابراهیم خسروی بود که متوقف کرد با خطا هادی نوروزی رو.
حسین بادامکی پشت تو بیستاده تا ضربه خطا رو بزنه. درگیری هم در محوطه جریمه اتفاق میفته. محمد نوری ببینید چطور با خسروی درگیر هستش. حالا دوبار اجازه زدن ضربه رو توپ میده که خیلی بلنده. ضربه غلام حسین بادامکی به بیرون میره تا سامان صفا از کنار دروازه بازی رو آغاز بکنه. یاوری قبل از این بازی اعلام کرده بود که نقاط ضعف پرسپولیس رو میشناسن و قطعا سه امتیاز بازی از آن تیم پاس همدان خواهد بود. حالا باید ببینیم که در انتها آیا این ناکامی های پاس تمومی داره یا خیر، با توجه به اینکه استیلازین هم در این هفته بازی خودش رو برد. پاس همدان یک پله سقوط کرد و به رده 18 رفت. خب حالا دیگه وضعیت خیلی دیگه داره بحرانی میشه. بعد ببینیم که در این بازی چه خواهد کرد. خلماتوف از راه میرسه، زارعی توپشو میگیره، واسم خود خلماتوف خیر. حالا واسم پرسپولیسی ها صاحب توپ میانه های میدان. مازیار زاره جناح بازی رو عوض میکنه، جایی که بازیکن همدسته خودشون حضور داره و موفق نیست. مشتبه زارعی تو به بیرون میره تا آغازگر بازی سامان صفا باشه. 29 دقیقه از این دیدار رو داریم پشت سر میگذاریم. پاس همدان 0 پیروزی 0. فعلا صحنه خیلی خطرناکی رو هم به روی دروازه ها نداشتیم. بازی فعلا پایا پای بوده. سرویس سر رو یونس پوشان میزنه، تو بیتی که به بیرون میره تا پرتو باتروس بیز پوشان پاس همدان انجام بده. آقا محمدی در مصوبه با سه بازی کن دوبیش رو میگیره. حسین بادامکی بلند برای هادی نوروزی که اگر حرکت میکرد آفساید بود. حیدری، این هم نمایی از هواداران تیم فوتبال پاس همدان که فعلا همه ی ورزشگاه دارن آرام بازی رو دنبال میکنن. علی سامره یه لحظه فرصت در محوطه جریمه، لبه‌های خط به عقب‌تر، جایی که آقا محمدی حضور داره. خود آقا محمدی به گوشه ها میبره، ارسال زمینی او برای بازیکنان خودی که فرصت از دست میره. نادر احمدی میتونه پاس به عقب بده که با خطا متوقفش میکنه. بعد اول هم در سود خودش میدمه تا ضربه خطا رو بازیکنان تیم پاس به توپ بزنه. این صحنه ای بود که اتفاق افتاد، به این صورت تعادل بازیکن پاس به هم خورد. یک سوم از بازی رو داریم پشت سر میگذاریم. دو تیم فعلا 0-0 حساب کارشون مساوی داره دنبال میشه. این ضربه خطا هم خطری برای دروازه قرمز پوشان نداشت، توپ به بیرون رفت و پرتوبات رو پاسی ها انجام بدن. آقا محمدی اشتباهش کاری میکنه که توپ نرسه. محمد نوری برای بازیکنان هم دسته. حالا هادی نوروزی که قطع ارتباط میکنه مجید حیدری، بازم خود حیدری سربالا نگاه میکنه در میانه های میدان، برای حمید کاظمی میسپاره توپ رو. خود حمید کاظمی یه رسه زمینی و بغل پا برمیگردونه. رحمان احمدی بازم فرصت هست برای پاس. علی سامره و از دست رفت. بازم بازی رو آغاز میکنن بازیکن پرسپولیس که توپ با برخورد با هادی نوروزی به بیرون میره تا پرتوبات رو انجام بدن. این صحنه ای بود که اتفاق افتاد و حالتی کشیده به توپ ضربه زد حمید کاظمی و در برگشت هم صاحب موقعیت شد علی سامره. بازم پرتوبات رو قرمز پوشان پیروزی بعد انجام بدن. خسروی زبه سر رو به توپ میزنه. پویا سیف فناهی و عقبتر باز هم خود خسروی بلندتر برای حمید کاظمی که خیلی ارسالش اون دو تیزه و به توپ نمیرسه. پرتوبات رو قرمز پوشان پیروزی بعد انجام بدن. بازی خیلی سردی رو داریم نگاه میکنیم. شاید اگر یکی دوتا فرصت برای دروازه ها ایجاد بشه یه مقداری شور و حال هم در ورزشگاه شهدای قدس همدان به وجود بیاد. خب یه مقداری هم بازیکن‌ها به وجد بیاد و
بازی قابل قبول تری رو از خودشون به نمایش بگذارن. میانه های میدان، محمد نوری برای مشتبه زاره، خود زاره توپ رو خیلی جلوتر از خودش میندازه، بازیکن پاس توپ رو در اختیار میگیرن. مجید حیدری بلند برای اکمل هلماتوف در مسافه با کاپتان سپر حیدری، سرزب به توپ ضربه میزنه، توپ بخواد برسه به حمید کاظمی، حالا پوشش میدم مدافعین تیم پیروزی آقا محمدی، ارسال با پای چپ بری دروازه، توپ رو دور میکنه مدافعین پیروزی. بعد از بازی با الاتحاد انتقادات بسیار زیادی بر خط دفاع تیم پیروزی وارد بود که اونها قریب به اتفاق اکثر کارشناسا میگفتن که چرا اونقدر اونها در بازی با الاتحاد آفساید گیری میکردن. خب اون بازی هم 3-1 به سود الاتحاد به پایان رسید. حسین بادامکی برای محمد نوری، خود نوری پاس به عقب میده برای مازیار زاره، زاره هم باز به سمت چپ خودش، ابراهیم شکوری با پای چپ ارسال به روی دروازه، یه لحظه میره تو زمین سرش میگیره برای بازیکن تیم پرسپولیس از راه میرسه خسروی، همچنان موقعیت هست، یک ضربه و توی دروازه، توی دروازه، چه گل راحتی رو میخوره تیم پاس. خوشحالی هواداران پیروزی رو داریم مشاهده میکنیم که به این صورت پرچم های قرمز خودشون رو به بالای سر میبرن و یه لحظه این گل بازیکن تیم پاس احساس کردن که خطر اصلا به روی دروازهشون ایجاد نشده. و حالا اگه سنیا سر ببینیم چهره مغموم آقای محمود یاوری رو هم در تصویر داریم مشاهده میکنیم در ورزشگاه شهدای قدس همدان. در دقیقه 34 محمد نوری با ضربه سر موفق شد به این ترتیب که داریم مشاهده میکنیم توپ یه لحظه میخواست بیرون بره، اینجا سامان صفا خیلی جدی سراغ توپ نرفت و با ضربه سر خیلی ساده موفق شد محمد نوری به این ترتیب دروازه تیم پاس رو در دقیقه 34 باز بکنه. پیروزی 1 پاس همدان 0. حالا یه مقداری بازی فهم میکنم که جذابتر خواهد شد به خاطر اینکه پاس در ورزشگاه خانگی خودش یک بر صرف از پیروزی عقب افتاده. میانه های میدان روز به شاه علی دوست، حمید کاظمی عقبتر برای نادر احمدی. دیگه تیم پاس با توجه به موقعیتش در جدول و با توجه به هفته های باقی مونده چیزی برای از دست دادن نداره. امیدواریم که این تیم هم بتونه از بحران خارج بشه و در جایگاه واقعی خودش قرار بگیره. نور محمدی از راه میرسه هادی نوروزی و خطا متوقفش میکنه ابراهیم خسروی رو. بازم این چهره، یعنی ابراهیم خسروی که آقای اسخر مدیر روسا در زمان هدایت تیم پاس اعتقاد ویژه‌ای به او داشت. پیروزی 1 پاس همدان 0. زننده گل محمد نوری، ضربه سر رو مدافع تیم پاس مجید حیدری به توپ میزنه. آرتور یادگاریان میانهای میدان، علی سامره برای اکمل هلماتوف، سپر حیدری با تک توپ رو دور میکنه، باز هم توپ برای سفید پوشان پاس همدان. مهدی آقا محمدی قرار گرفتن او هم در ترکیب جالبه، چرا که او مدت ها بود اصلا در ترکیب اصلی قرار نمی گرفت. حالا امروز نمیدونم به خاطر اینکه در دوره رفت به پرسپولیس گل زده در ترکیب جای گرفته یا آیاوری اعتقاد به او پیدا کرده. نادر احمدی پشت محوطه جریمه توپ رو دور میکنه، حالا بادمکی توپ در اختیار گرفته. نوری زننده تک گل این دیدار برای مازیار زاره، خود زاره برای فشنگچی بقب ابراهیم شکوری، محمد نوری، حسین بادامکی توپش یه لحظه اصابت کرد به بازیکن تیم پاس، به هادی نوروزی نرسید. میانه های میدان اکمل هلماتوف باسم توپ رو از دست میده این هلماتوف. محمد نوری حالا فرصت داری، هادی نوروزی آفساید تمنید، تک به تک با دروازه با مگو، توی دروازه هادی نوروزی موفق میشه نتیجه دیدار رو 2-0 بکنه به سوده قرمز پوشان پیروزی. و شالی هواداران پیروزی، علی دایی و نیمکت تیم پرسپولیس رو شاهد هستیم. حالا دایی هم بمانند امیر قلعه نویی که تا گل میزنه آبی مینوشه، او هم ظاهرا میخواد با خیال راحت آبی بنوشه، چرا که تیمش در زمین
همدان در ورزشگاه قدس همدان به خاطر این صحنه آفساید هم نبود. به این ترتیب هادی نوروزی دروازه سامان صفا رو باز کرد. خودش هم یه لحظه شک کرد که چون به آقای کامرانی فر هم نگاه کرد، ولی خب آقای کامرانی فر هم پرچمش پایین بود و نتیجه 2-0 در دقیقه 37 این دیدار توسط هادی نوروزی دروازه تیم پاس باز میشه. خیلی دیگه حالا برگشتن به بازی برای تیم پاس سخت شده. سامره، اکمل هولماتوف، حالا فرصت، یه لحظه اعتقاد به هند هم داشتن بازیکنان تیم پاس که خب آقای صالحی اعتقادی به این هم نداشت. روز به شاه علی دوست، یک چرخش به عقب برای ابراهیم خسروی، آرتور یدیگاریان، خود آرتور حرکت میکنه، چیکار میکنه اونجا مهدی آقا محمدی معلوم نیست. نادر احمدی اشتباه میکنه، توپشو میگیرن قرمز پوشان پیروزی. مجید حیدری میانه میدان، مدافع بلند قامت تیم پاس، آرتور، خود آرتور یه لحظه تعادلش به هم میخوره، داور اعتقادی به خطا نداره، واسم محمد نوری میرفته هادی نوروزی صاحب توپ بکنه. روز به شاه علی دوست برای اکمل هولماتوف، خود هولماتوف لبه های خط در مسافه با سامانه آقا زمانی، پویا سیفنهی، عقبتر روز به شاه علی دوست، خود سیفنهی بازیکن سابق مهرکام پارس لبه این خط که داور بازی رو متوقف میکنه، اعلام خطا میکنه به سود تیم فوتبال پاس همدان روی این صحنه ای که سامان آقا زمانی انجام داد روی اکمل هولماتوف. یک تعویض برای تیم فوتبال پاس همدان میخواد شکل بگیره، تعویض تقریبا میشه گفت زود هنگام. بازیکن همدانی، بازیکن بومی تیم فوتبال پاس همدان، وحید علی آبادی در کنار زمین همین چهره آماده هستش، با شماره 18 میخواد وارد زمین بشه. باید ببینیم که کدام یک از بازیکنان رو آیا آوری از زمین بازی خارج میکنه. مهدی آقا محمدی رو از زمین بازی خارج میکنه و مستقیم هم به رخکم میره مهدی آقا محمدی. و از این لحظه تیم پاس در ترکیب خودش یک بازیکن همدانی الاصل هم داره، یعنی وحید علی آبادی که سابقه بازی در تیم بله دارن تیم شهرداری تبریز هم یکی از گل‌های خورده رو جبران کرده. حالا فرصت برای تیم پیروزی هم شکل گرفته که سامان صفا توپ در اختیار گرفت. اون صحنه‌ای که مشاهده کردیم تکل تیم شهرداری تبریز بود که وارد دروازه تیم سپاهان شد. دارن اون بازی هم نتیجهش 2-1 شده. فرصت برای پاس پیروزی 2 پاس همدان 0. عرض می‌کردم که وحید علی آبادی که الان می‌خواد الان در زمین حضور پیدا کرد، بازیکن همدانی تیم پاس هستش که سابقه بازی در تیم ملی امید کشورمون رو هم داره. گفتم تیم امید، آرزوی موفقیت میکنیم در بازی پیشرویی که دارن در مقابل تیم قرقیزستان. بازی رفت رو اونها 1-0 بردن، امیدوارم که در بیشکک پایتخت قرقیزستان هم بتونن موفق به کشورمون برگردن. نادر احمدی لبای خط، آرتور یدیگاریان، خود نادر توپ رو در اختیار گرفته. حمید کاظمی پوشش میده، سپره ایدری ارتو، خب توپ بیرون میره و آرتور یدیگاریان توپ رو میخواد پرتاب بکنه، همین کارم انجام میده. نادر احمدی توپش رو میگیرن به راحتی قرمز پوشان پیروزی. محمد نوری همین چهره توپ رو در اختیار گرفته، سر بالا حرکت میکنه برای مشتبه زاره، خود زاره توپش برخورد میکنه با پویا سیفنهی. اشتباه روز به شالی، خیلی دیگه دارن پر اشتباه ظاهر میشن سپید پوشان پاس همدان و خیلی راحت تیم پیروزی داره بازی میکنه. پاسم محمد نوری، حالا یک پاس برای مشتاق وزاره، ارسال زمینی وزاره و توپ رها میکنه، توپ رو به کورنر بره، توپ به پای مجید حیدری برخورد کرد، همین چهره یعنی مشتاق وزاره هم هدایت کرد توپ به کورنر بره. پیروزی 2-0 از پاس جلوست با گل‌های محمد نوری و هادی نوروزی. هادی نوروزی که تک به تک شد و محمد نوری هم خیلی راحت با ضربه سر توپ رو در دروازه تیم پاس قرار داد. حالا
امیر حسین فشنگچی میره تا از سمت چپ کورنر رو ارسال بکنه به روی دروازه تیم پاس. سامان صفا آماده در چارچوب دروازه ایستاده، حالا با پای چپ ارسال به روی دروازه، کوتاه، تقریبا کوتاه ارسال میکنه که موفق هستش. نادر احمدی روز به شاه علی دوست از راه میرسه، لبای خط برای خود نادر احمدی، یه لحظه پاشو زد غلام حسین بادامکی. آقای یاوری هم در محوطه فنی حضور پیدا کرده. این صحنه بود که اتفاق افتاد در روی نادر احمدی و داور بازی رو متوقف کرد. 2-0 پیروزی جلوست. 43 دقیقه از این دیدار رو داریم پشت سر میگذاریم. به نظر میرسه که توی پاس باید با باخت نیمه اول رو برخیان ترک کنه. اولباتوف حالا جای خودش رو هم عوض کرده، به سمت راست رفته. پاس هم اشتباه بازیکن تیم پاس. قرمز پوشان رو صاحب توپ میکنه ابراهیم شکوری. توپ رو میتونه پاس بده به هادی نوروزی که تکله بسیار خوبه ابراهیم خسروی. البته خودش هم ناراحت داره زمین میفته، اجازه کار به اون نمیده که خب دو بازیکن تیم پاس و پیروزی بری زمین افتادن. ظاهرا آسیب دیدگیه ابراهیم خسروی مقداری جدی است. با آن سوی میدان هم من شماره بازیکن پیروزی رو نمیدونم کدام بازیکن، بله ابراهیم شکوری بود که به خاطر این صحنه هر دو برخورد کردن و بری زمین افتادن. آقای دایی هم از این فرصت استفاده میکنه، با مشتبه زاره صحبت میکنه. تیم پیروزی باید تا پایان سال 89 در لیگ در دو بازی حضور پیدا بکنه. هفته 26 یعنی هفته بعد جمعه 20 اسفند ماه باید در ورزشگاه آزادی میزبان شهرداری تبریزی باشه که امروز در مقابل سپاهان قرار گرفته. و تیم پاس هم در هفته 26 باید به مسافه سبایی قم در قم بره. فلموزی مصومان رو ببینون از زمین انتقال میدن. خب فعلا فقط ابراهیم خسروی هستش، تو در تمرینات معروف رامین خسروی است. حالا وحید علی آبادی خودش صاحب توپ میشه، فرصت برای بازیکن تیم پاس علی سامره و باز همین فرصت از دست میره. و چقدر فرصت مناسبی بود برای این چهره، یعنی علی سامره. عرض کردم خدمت شما که سابقه گل زدن زیر 30 ثانیه رو به پیروزی داره، به خاطر این صحنه بود که از راه رسید مدافع تیم پیروزی توپش رو زد. 2 دقیقه هم فرصت وقت تلف شده رو داور چهارم این دیدار برای تابلو نشون میده آقای محمد ملکی. به نظر میرسه که تیم پیروزی دیگه نیمه اول با همین نتیجه میخواد برخکن بره. نتیجه بسیار خوبی که شاید کسی فکرشو نمی‌کرد که به همین راحتی در همدان به دست بیاد. در مطبوعات و در خبرها داشتیم که پیروزی یه مقداری روحیش رو به خاطر بازی با عربستان باخته و همچنین بازیکنانی هم که در اختیار نداره، یه مقداری کارش رو در مقابل تیمی مثل پاس همدان که چیزی برای از دست دادن نداره سخت می‌کنه. ولی خب داریم می‌بینیم که در نیمه اول فعلا 2-0 از تیم پاس جلو افتاده. آقا زمانی از راه میرسه، علی آبادی توپ رو در اختیار میگیره، روز به شاه علی دوست. اشتباه شاه علی دوست، باز هم خودش رو صاحب توپ میکنه، به عقب توپ پاس به عقب نمیده. حالا برای وحید علی آبادی، ابراهیم خسروی یک چرخش توپ رو به مجید حیدری میسپاره. باز هم حیدری توپ بلند شده سال میکنه برای علی سامره و هیچ اتفاق خاصی هم برای دروازه یه قرمز پوشان پیروزی شکل نمیگیره. خسروی در میانه های زمین تیم پاس، مجید حیدری، آرتور یدیگاریان، خود یدیگاریان میسپاره توپ رو به نادر احمدی. حالا باز هم اشتباه وحید علی آبادی، قرمز پوشان پیروزی رو صاحب توپ میکنه و اشتباه پشت اشتباه از قرمز پوشان و سفید پوشان. حالا پویا سیف فناهی حرکت میکنه، خودش میبینه قلماتوف رو، البته خب مزاحم اوست. غلام حسین بادامکی پشت محوطه جریمه، وحید علی آبادی در مسافه با سپر ایدری میتونه پاس بده حمید کاظمی. حالا فرصت برای حمید کاظمی، علی سامره و
از روی دروازه به بیرون میره شماره 11 تیم حسن علی سامره و اعلام پایان نیمه اول سریقای احمد صالحی با نتیجه 2-0 به سود پیروزی اسارت کوتاهی میکنیم. به محض آغاز نیمه دوم خدمت شما خواهیم رسید. نمیدونم همکارانم آمار رو دارن که به ما نشون بدن یا خیر. در صورت به محض آغاز نیمه دوم در خدمت شما دوستان عزیز بیننده خواهیم بود.